гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум, Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии институти никоси ҷанг ва сулҳи Бритония омода шудааст. Давоми чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. Дилфуза занест ки ба танҳоӣ ду фарзанди хурдсолашро тарбия мекунад. Вазъияти иқтисодӣ ва бемории фарзандон дилфузаро водор карданд то ба мақомоти давлатӣ барои расондани кӯмак муроҷиат намояд. Аммо дар ҷавоб мансабдорон дилфузаро ба рӯёндани маблағ муттаҳам мекунанд. Ӯро дастгир намуда ва 3 моҳ аст ки дар боздоштгоҳ нигоҳ медоранд. Тақдираш то ҳанӯз маълум нест. Тафсилоти бештари ин мавзӯъ дар гузориши Қамари Аҳрор аз вилояти Суғд. دلفوزه شادی و ساکن 32 ساله ناحیه باباجان غفوروف، مادری که تنها سرابانی دو فرزندش را به دوش دارد، وقتی برای گرفتن کمک پولی به نزد یک مسئول بلند مقام حکومتی رفت، او را کارمندان پراکوراتور دستگیر و علیه وی بر طبق ماده 250 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان تماجویی پرونده جنایی باز نمودند. این حادثه تاریخ 13 اپریل سال جاری زمانی رخ داده است که دلفوزه 100 دلار آمریکایی از دست اولیمبک یولدوشو، رئیس کارخانه فرعی دولتی به قیدگیری اموال غیرمنقول در ناحیه باباجان غفوروف بازداشت شد و تا کنون در بازداشتگاه قرار دارد. حالا در پی این حادثه به جز اولیمبک یولدوشو 3 منصبدار بلند مقام، رئیس جماعت یووا، رئیس جماعت غازیان و سابق رئیس دستگاه حکومت ناحیه باباجان غفوروف خود را جلب دیده حسابیده در سود علیه دلفوزه شادیه و حسابات میدهند. خانواده دلفوزه از این برخورد مقامداران دولتی نگران بوده، میگویند که او برای بهبود یابی زندگی خود و فرزندانش از حکومت کمک پرسید. میگوید دلبر خواهر دلفوزه: این دو تا اپراسه پیش بود خودش مادی کاری که کار شوش یاردم 200 سم الیمن متر چاتم این به ساتم این به چی نه برای دو تا فرزان خوده نشای پشته نشای من مکتب مادی کاری میکس شولخ شو ماتک بو این چیز کار باشه میکا سارو همین که دو تا اپراسه گذرون می سایمش جدا واز بین اول بو کورسشم کداند این مجبور شد خاری ما که یاردم کنتون از طرف دولت دویگی کدگی ما عریضه کدگی. دلفوزه با دو فرزندش در خانه پدر و مادر همراه زن و فرزندان برادران که شماره اشان 12 نفر می باشد در یک خانه عبارت از 3-4 خانگی به سر می برد. دلنازه فرزند نخستین دلفوزه با پایهای کمی کج به دنیا آمده است. چیزی که دلفوزه را به کمک پرسی از حکومت وادار نمود همین شرایط تنگ منزل و به جراحی نیاز داشتن سلامتی فرزندش بوده است. دلفوزه قبلا عاید این مشکل زندگی خود به عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد مراجعت کرده است. رئیس ولایت سغد مسئولین حکومت ناحیه باباجان غفوروف را موظف نموده است که به دلفوزه کمک مادی نمایند. میگوید انوربیک جورابیکوف پدر دلفوزه: دو کیلو ماکارون، دو کیلو شکر، 5 کیلو آرد، گورون جان دو کیلو. من اینم همینجا دیدم. ماکلاشکاند روغن، دیگه چه دیگه نشه، سویت یوا، سویت قاضیان داده که تیزاش. اونجا سویت بشته و یا دعوا کسادیان با اداره مامه جنجال کرده آمد. این دو بار سه بار رفته که یاردم کمک کنتم کته. اولیمبیک یولدوشو رئیس کارخانه فرعی دولتی به قیدگیری اموال غیرمنقول در ناحیه باباجان غفوروف ادعا دارد که گویا دلفوزه در برابر کمک پرسی به او تهدید کرده است که اگر 1000 دلار ندهد به پرزیدنت علیهش عرضه شکایتی میفرستد. اما آدم خودش همون شادی و مجبور کرد پول تی میگوید تا تونسته حدی این خود تونستن یاردم میکردیم آخری وقتا پولوی کلان طلب کنه 1000 دلار میتی نماشد من میرم بخیم عبولت اریزه میکنم بخیم میکنم. آن زمان اولیمبیک یولدوشو به سود مراجعت کرد که به شکایت او شکایتی باز دیگر منصبداران زم شدند. علیه دلفوزه شادی و پرونده جنایی باز کرده شد. انوربیک پدر دلفوزه بازداشت و باز کردن پرونده علیه دخترش با دعواگی منصبداران دولتی را محض هراساندن زنهای مراجعت کننده به حکومت می داند که من بعد از مراجعت به منصبداران پرهیزکار باشند. یاردم کن تا من دو تا بچه‌م منه بچه‌م کسا 3 بار 4 بار اپراسه شده گه من گجا روم پدرم 200 تومن میگیرد مادرم 200 تومن پینسه دادرش خودش کرد گجا روم مفته گره بگه 2 بار 3 بار رفته گه همینجا اینجا اوندن میگیره میفته اینا شاخرف زده بود روز کرد صدا و اکو سویت کسا دیم مقصد دیگه ضعیف نبرو هم بشینا من امروز با سویت میشد. همه ساله در ولایت سغد تا بیش از 4000 اویله پش میخورند. این آمار نظر به چند سال
قبل به مراتب بیشتر است. در شرایطی که اکثر زنان شغل دائمی ندارند و بعدی از همپاشی آیله هایشان در تنهایی سرابانی کردن خود و فرزندانشان اذیت میکشند. تربیه و بپا خیزاندن دو فرزند به تنهایی برایش خیلی گران است، میگوید سباعت بابا جان و سرور تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گل رخسار در شهر خوجند. با تشکیلات جمعیتی مرکز زنان گل رخسار تا 6 ماه سپری کردیده همگی 1639 مراجعت به قید گرفته شد. این تعداد مراجعت کنندگان به مرکز زیاد بودنش از آن شهادت میدهد که متاسفانه در جامعه ما خشونت نسبت به زنان وجود دارد. اکثر مراجعت کنندگانی که به مرکز مراجعت میکنند، آنها تجربه همین نشان میدهد که از جهت اقتصادی به شوهران خود پابند هستند. اگر پیش ما میگفتیم که به یک مرد 40 هنر کم است، لیکن شرایطی حاضر به یک زن هایم 40 هنر کم است. اگر امروز زنی تاجیک صاحب کسب و کار باشد، زنی تاجیک معلومات داشته باشد و به خشونت به فکر من گرفتار نمیشود. ضمن دادگاه ناحیه باباجان غفوروف با بازبینی پرونده دلفوزه شادی و بر طبق ماده 250 قسم 3 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی توجهی به مقدار مخصوصا کلان شروع نموده است. در صورت اثبات گناه این ماده از 12 تا 15 سال زندان با مصادره اموال را پیش بینی میکند. نزدیکان دلفوزه شادی و میگویند که او حقوق دارد که برای بهتر کردن زندگی و سالمی فرزندانش از حکومت کمک پرسد. اخیرا پارلمان تاجیکستان هم قانون نو که مطابق آن وظیفه مقامات دولتی برای پاسخ دادن به مراجعات شهروندان را شدید کرده است قبول کرد. مطابق قانون مذکور منصبدارانی که مراجعات های شهروندان را به جواب میمانند به جوابگری کشیده میشوند و امید یگانه نزدیکان دلفوزه نیز به این قانون است. قمر احرار، ولایت سغد. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرحی داشته باشید و یا میخواهید از مشکل خود حرف زنید، می توانید با ما با رقم 44-640-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. باش مبدا من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم باش ما درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد.